دولت آمریکا با مطرح کردن موضوع قاچاق انسان میگوید قاچاقچیان اغلب کودکان را برای سوء استفاده جنسی و بیگاری هدف قرار میدهند گزارشی از علی زابت لی خبرنگار صدای آمریکا ایجپت یک قربانی قاچاق انسان بود که موفق شد از دست دلالان سکس فرار کند او میگوید در 16 سالگی به پیشنهاد یک دوست به این راه قدم گذاشت اصلا فروشی خوشش نمی آمد اما به پول نیاز داشت هزار دلار, دلار کاسبی در یک روز چرا ادامه ندهم کدام شغلی برام هزار دلار در روز درآمد داره موبایل آرایش موها ناخن لباسها؟ سازمانهای سازمان های اجتماعی و دستگاه های مامور اجرای قانون تلاش دارند قربانیان این تجارت را نجات دهند اخیرا در عملیاتی در لس آنجلس 33 جوان که 8 نفرشان مانند اجپت مورد سوءاستفاده استفاده جنسی قرار گرفته بودند نجات یافتند لوئیس لی بنیانگذار یک سازمان خیریه به نام بچه های شب میگوید بسیاری از این افراد در خانه های بزرگ می شوند که یا مصرف مواد مخدر رایج است یا در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته یا والدین آنها را در ازای مواد مخدر فروختند. او میگوید باید خیلی از این مسائل را که در منازل وجود دارد حل کنیم و مصرف مواد مخدر را تحت کنترل در بیاوریم. لی میگوید سازمان او در سال گذشته به 500 کودک کمک کرده و آنها را نجات داده اما هنوز کودکان زیادی در خیابان ها مورد بهره کشی قرار دارند.